به نام خداوند یک تو و درود بر شما به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 15 حمل سال 1403 خورشیدی است. سرخط خبرها: تأکید بر حل اختلاف های TTP با حکومت پاکستان. معین وزارت داخلی امارت اسلامی از تحریک طالبان پاکستانی میخواهد تا اختلافات خود با حکومت پاکستان را حل بسازند. پاکستان باید نور دی افغانان سا دی انگریز دی امریکا دی غرب دخمنی اون پاید. ناروشن ماندن مسئله نماینده ملل متحد برای افغانستان. امارت اسلامی بار دیگر گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان را غیر ضروری خواند. ما مشتاقانه منتظر انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هستیم، اما متاسفانه چیز در مورد آن نشنیده ایم. جان باختن 1000 تن در نتیجه بیماری های تنفسی در 3 ماه گذشته. وزارت صحت عامه میگوید در این مدت بیش از 500,000 تن به این بیماری مبتلا شده اند. یول سو پر شاوخوا کی سکل شده مګمری نه لرو نسبت مخکې کال ته تقریبا نسل پر شاوخوا کی زیاته ده. خدا هم داسې معنا نه لري چې موږ سره واقعیت زیات شوی. پرداخت تنخواه کارمندان دولتی به توشیح بودجه مالی. و 7 کشته و بیش از 700 زخمی در زلزله نیرومند در تایوان. من شمس‌امانی هستم. وقت شما بخیر. معین وزارت داخلی امارت اسلامی اختلاف های TTP با حکومت پاکستان را سبب بهانه‌جویی جامعه جهانی با حکومت سرپرست می داند. محمد نبی عمری از تحریک طالبان پاکستانی می خواهد تا اختلافات خود با حکومت پاکستان را حل بسازند. او همچنان اطمینان می دهد که در خاک افغانستان هیچ هراس افغانی فعالیت نمی کند. اینجا در ولایت خوست برنامه افطاری مشترک زیر نام وحدت برای 10,000 تن از سوی جوانان این ولایت آماده شده است. معین وزارت داخله در این برنامه میگوید که تحریک طالبان پاکستان باید اختلافهایش را با حکومت پاکستان حل بسازد. محمد نبی عمری درگیری ها میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور را علت بهانه جویی جهان در برخی از مسائل افغانستان میداند. د پاکستان حکومت ته به یې هم ورکړو، هغه وروڼه چې د دوی سره جنګېږي هغوی ته به هم مشوره ورکړو. چې جنګونه موږ لیدلي دي، انقلابونه موږ لیدلي دي، جنګونه انقلابونه کونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، نظام تباه کوي. این مقام امارت اسلامی میگوید هرگز اجازه نمیدهند که هیچ فرد هراس افغان در کشور فعالیت کند. اوز دنیاوال لگیگی پیوا بلا بلا بانده دلتا ترلستان دی دلتا القایده دا زاقا قسم در تواخم رمضان شریف ده زبا پده که حنیز نشم چی دیمان دی معلومات رو تبی زاقا دی طول و ملیت رو سر تماس کرو یا فرق در قدی پاپلستان که موجود دیگه. شمار از آگاهان مسائل نظامی و سیاسی به این باورند که مقامهای پاکستانی باید به جای ادعاهای بی‌بنیاد به افغانستان به امنیت کشور خود توجه کنند. پاکستان باید نور دی افغانان سا دی انگریز دی امریکا دی غرب دخمنی اون پالی. پاکستان دا لکه یو مستقل هیواد دی خپل ولسره کینی خبری دی وسو کی کچیر ته په یو هیواد کې د کوم هیواد تبا په یو پیخه کې ګرکیږي یا مثلا غش نسی کیږي دا په دې معنی نه ده چې دیغه سره دیغه هیواد لاس وی. ممکن هغه په خپل عقیدوي لحاظ باندې په شخصي نظر باندې یو کار کړی، نو دغه پړه په بل هیواد باندې اچول دا یو غیر عادلانه کار ده. این
در حال است که وزیر دفاع پاکستان روز گذشته بار دیگر ادعا کرده که افغانستان منبع هراس افغانی است و از امارت اسلامی خواسته که آموزشگاه های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را نابود کند. اما امارت اسلامی بارها ادعاهای مقام های پاکستانی را رد کرده و اطمینان دادند که از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید نیست. رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان را یک گام غیر ضروری می داند. سهیل شاهین در واکنش به سخنان نماینده دائمی مالتا در شورای امنیت می افزاید که در شرایط کنونی و موجودیت یونما افغانستان به نماینده ویژه نیاز ندارد و تازگی رئیس دوره‌ای جدید شورای امنیت سازمان ملل بر گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان از سوی این شورا تأکید ورزیده. فاطمه ادیب گزارش می‌دهد. رئیس دوره‌ای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در این نشست خبری بر گماشتن نماینده ویژه از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان تاکید می‌ورزد. ونیسا فرایزر با ابراز نگرانی در این نشست خبری افزود که تا اکنون گام تازه‌ای در این بخش برداشته نشده است. ما قطعا از هواداران بررسی گزارش مستقل از وضعیت افغانستان هستیم که توسط آقای فریدون انجام شد. ما از طرحی که در بررسی او ذکر شده است پشتیبانی میکنیم که در نهایت نیاز به عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با افغانستان دارد، اما برای این کار باید اقدام های انجام شود. ما مشتاقانه منتظر انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هستیم، اما متاسفانه چیز در مورد آن نشنیده ایم. خانم فرایزر همچنان در بخش از سخنانش می افزاید که تبعیض جنسیتی در افغانستان باید در کنوانسیون جلوگیری از جنایات ضد بشر گنجانیده شود. مالتا همچنین یک مدافع افغانستان بوده و ما واقعا بدین باور هستیم که غیر ممکن است کشوری داشته باشیم که 50% جمعیت آن به گونه کامل در حاشیه باشند و فکر میکنیم که این وضعیت باید اصلاح شود. کورنی اصلاحات را ولی په ځنګړي ډول د نجونو ښوونځي او پانتون نه خلاص کړي، اساسي قانون جوړ کړي، اقتصادي کارونه وکړي، کابینه کې تغییر راولي، انتخابات ته د افغانستان شرط بوزي او په عین حال کې ټول هغه مسایل چې نړۍ اندېښنې لري هغه حل کړي. اما امارت اسلامی گماشتن نماینده تازه برای افغانستان را نمیپذیرد و میگوید که در حال حاضر به نماینده ویژه نیاز دیده نمیشود. ما تعامل با جامعه جهانی و حل مسائل در روشنی مصالح و اصول خیش می خواهیم، اما چون در افغانستان نمایندگی ملل متحد در شکل یونما وجود دارد، لذا ضرورت به نمایندگی و یا نماینده دیگر نمی بینیم. این در حال است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به روز نخست و دوم ماه اپریل جلسه کمیته ششم این سازمان را برگزار کرد که در آن درباره تدوین اصلاحات و تعدیل در کنوانسیون منع جنایت علیه بشریت از جمله جرم‌انگاری یعنی آپارتاید جنسیتی نیز گفتگو شد. پاکستان تصمیم دارد که پس از عید فطر 67,000 مهاجر افغان را از این کشور اخراج کند. بر بنیاد گزارش‌ها وزیر داخله سنت به پلیس این کشور دستور داده تا از بهر اجرای مرحله دوم طرح بازگشت مهاجران افغان به کشورشان همکاری کند. در همین حال برخی از مهاجران افغان از بدرفتاری نیروهای پلیس پاکستان و چالش‌های موجود سد راهشان شکایت دارند. برخی از مهاجران افغان در پاکستان از بدرفتاری‌های پلیس این کشور شکایت دارند. به گفته این مهاجران با وجود داشتن اسناد قانونی، آنها در معرض اخراج اجباری قرار دارند و نمی‌توانند آزادانه گشت و گذار کنند و به کارهایشان ادامه بدهند. آنان خواستار حل این چالش‌ها از سوی حکومت سرپرست و دولت پاکستان هستند. با وجود داشتن کارت‌های قانونی پیوار و ایسیسی، افغان های مهاجر یک عرصه طویل را در خوف احراز سپری کردند. جای تاسف است که مهاجرین افغان مقیم پاکستان یک کتله بزرگ اقتصاد ملک میزبان را تشکیل داده، اما وقتاً فوقتاً دچار پالیسی های دو جانبه شدند. از طرف نهادهای معاملات و از طرف پلیس پاکستان تحت تهدید فشار قرار دارند و هر لحظه اونا رنج میبرند و راهنمای معاملات اونا را اختار میده و مجبور به ترک خانهشان میسازد. در همین حال وزارت مهاجران و عودت کنندگان تصمیم پاکستان مبنی بر آغاز دور دوم اخراج مهاجران از این کشور را یک جانبه خوانده و آن را به سود دو کشور نمیداند. مونږ انشاءالله چمتو یو چې د دوی هر ډول لاسنیوی وکړو او دوی ته خپلو سیمو پورې ورسو.
در همین حال برخی از فعالان عرصه حقوق مهاجران می افزاین که دور دوم اخراج مهاجران از پاکستان بر چالش های مهاجران در داخل و خارج کشور می افزاید. واقعا میتونه یک مشکلات زیاد صد درای مهاجرین داشته باشه و ما از امارات اسلامی نیز خواهانیم که هرچه سریعتر با مقامات عالی رتبه پاکستان با دفتر سازمان ملل و بخش حقوق مهاجرت نشست داشته باشند تا بتونن راه حل بهتری را برای مشکلات فعلی که صد درای مهاجرین است داشته باشند. پیش از این نیز محسن رضا نقوی وزیر داخله پاکستان از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان تا کمتر از یک ماه دیگر خبر داده بود. در سه ماه نخست سال روان میلادی بیش از 1000 تن از بحر بیماری های تنفسی در کشور جان باختند. به گفته وزارت صحت عامه افزون بر این بیش از 500,000 تن دیگر به این بیماری مبتلا شده اند. سخنگوی این وزارت می افزاید که از میان 500,000 مبتلا به این بیماری بیش از 300,000 تن آنان کودکان زیر سن 5 سال هستند. هدیه زیایی گزارش می دهد. 8 ماه است و از روز سه‌شنبه بدین سو از بحر درمان بیماری سینه و بغل که گونه ای از بیماری تنفسی است در اینجا بستری است. سینه و بغل شد، نمیفهم خنک خورده و چه قسم سینه و بغل شدید شد، دوا گرفتیم، چند پیچکاری گرفتیم، 6 پیچکاری در خانه باش تزریق کردیم، خوب نشد، باز آوردیم شفاخانه. برخی از مادران دیگر نیز کودکانشان را برای درمان به اینجا آوردند. دکتر که بودیم گفته که بستر میشه، گفته که ما چاره نمیتونیم، میره دوای ما فایده نمیکنه داشت. دوا میبرده خستل لا ات جوری دنه سو پیرم دوا برده وصلا دا دری رازی کور که دری بخیز یپ وزاب با ات شدیم ننیوله رام بستم مال دلتم رام بستم بیا بستر سا. پزشکان نیز میگویند که مراجعه بیماران در زمان تغییر موسم از بحر بیماری های تنفسی افزایش مییابد. تمام چپرکتایی که بسترایی که باید برازی انداخته شد و حتی 2 تا 3 مریض ما بالای بستر داشتیم. دلیل اولش آلودگی آب هوا می باشه، تغییرات موسمی است و همچنان کم خود فامیلا هم رول داره. وزارت صحت عامه می گوید که در 3 ماه نخست سال روان میلادی بیش از 1000 تن از بحر بیماری های تنفسی در کشور جان باختند. یو لسو پشاو خوا کی سکل شیدا مګمړی نه لرو نسبت مخکې کال ته تقریبا نسل پشاو خوا کی زیاته ده. خدا هم داسې معنا نه لري چې لمک سره واقعیت زیات شوی دی، البته از مخ سیټونه زیات شوی دی، ورقم په صحیح شکل سره جمع شوی دی. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه در سال 2023 میلادی نزدیک به 500,000 تن در سراسر کشور به بیماری های تنفسی مبتلا و 1162 تن از بحر این بیماری جان باختند. رئیس جمهوری کازاخستان گفته که خاک افغانستان نباید به لانه گروه های حراس افغان بین المللی مبدل شود. رئیس جمهوری کازاخستان در دیدار با مقام های امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از ادامه کار به هدف جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان و ایجاد شرایط برای ثبات دراز مدت نیز سخن گفته. هرچند امارت اسلامی تا هنوز در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این همواره از مسئولیت خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر اطمینان داده. شهرداری کابل از بازسازی 15 پارک در نواحی گوناگون شهر کابل خبر می‌دهد. به گفته مسئولان در سال روان خورشیدی کار ساخت و ساز پارک‌ها به گونه بنیادی به پایان رسیده. همزمان با این برخی از شهروندان از شهرداری کابل خواهان ایجاد پارک‌های معیاری دیگر نیز در پایتخت هستند. شبنم امینی گزارش می‌دهد. شهرداری کابل میگوید که بیش از 15 پارک تفریحی را در پایتخت به گونه اساسی بازسازی کردند. نماینده شهرداری کابل میافزاید که کار بازسازی این پارک ها را سال پار آغاز شد، اما اکنون تکمیل و به بهره برداری سپردند. پلان های بعدی که در قسمت سرسبزی وجود دارد، در قسمت ساختساز چوکی ها و در قسمت ساختساز بعضی بازیچه ها، ساختساز مسجد شریف، ساختساز کلینیک، هتل، اینا هم روی لیست است که کم کم داره و پیش میره و در این راستا با سکتور خصوصی ما همکاری داره. همزمان با این برخی از باشندگان پایتخت از شهرداری کابل میخواهند تا نه تنها در بخش بازسازی پارک ها توجهی بیشتر کند، بل روی ایجاد پارک های معیاری نیز توجه کند. خواست ما از امارات اسلامی همی است که داخل پارکی چیز هستیم، همی پارک از چوکی ساخته شود، مسجد ساخته شود. ساختن یک پارک چندین مفیدیت خود داره، یکی به خاطر محیط زیست، همچنان به خاطر
صحت و سلامتی باشند دگان شهر کابل. روزی که ما در پارک میاییم یک ذره توجه در سرسبزی و مثلا چوکی که یک جای برای مطالعه داشته باشیم داشته باشه، دمی کارایش یک ذره توجه شه. این در حال است که پیش از این شهرداری کابل از ایجاد 8 پارک جدید در نقاط مختلف پایتخت خبر داده بود. یک بار دیگر خوش آمدید. بر بنیاد فرمان رهبر امارت اسلامی به مناسبت عید فطر تنخواه کارمندان دولتی به تصویب بودجه سال 1403 خورشیدی پرداخت می شود. مسئولان امارت اسلامی می گویند مصوبه بودجه سال 1403 آماده شده و برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده. وزارت مالیه میگوید که به مناسبت عید سعید فطر بدون تصویب بودجه سال 1403 خورشیدی تنخواه کارمندان را پرداخت میکنند. مسئولان امارت اسلامی تاکید میکنند که مسوده بودجه سال 1403 آماده شده است و برای توشیح به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است. دا چې تر دې مهاله د 1403 مالی کال بودجه لا نه ده توشیح شوی او کوچنی اختر هم پر رسیدو دی، نو د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي هدایت پر بنسټ د مالیه وزارت د کوچنی اختر او روژې په احترام د حمل د میاشتې معاشونه اجرا کوي. از سوی هم شمار از آگاهان میگویند که برای رشد اقتصادی در کشور نیاز است تا در بودجه سال روان خورشیدی برای پروژه های زیربنایی توجه بیشتر شود. هر قدر بیشتر ما بتونیم تخصیص و یا بودجه به خاطر برکت دادن پروژه انکشافی و توسعه در کشور مد نظر بگیریم و یا تخصیص از طرف حکومت داده شود، بدون شک که این میتونه سبب رشد اقتصادی شود. برای یک حاکمیت و یک دولت در حقیقت تضمین حرکت آیندهش و سال آیندهش است. از این روز فکر میکنم که در افغانستان سال گذشته و در یک دو سه سال ما یک نوع خلای بودجوی را مشاهده میکنیم و این خلای بودجوی عبارت از بودجه توسعوی یا بودجه انکشافی است. این در حال است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، بودجه سالهای 1401 و 1402 خورشیدی از درآمدهای داخلی کشور تأمین شده است و تنها در سال 1401 حدود 231 میلیارد افغانی برای بودجه عادی و توسعه‌ای در نظر گرفته شده بود. از همراهی شما سپاسگزارم. اینجا رسیدیم به پایان خبر کش. وقت بخیر.